سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیو دیگه اومدیم خدمتتون. از واکنش‌های تند و جنجالی مهراب قاسم‌خانی به اوضاع این روزهای مملکت با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. آقای مهراب قاسم‌خانی، طنزنویس و فیلمنامه‌نویس خوب ایرانی، توی پیج اینستاگرامش همیشه نسبت به اتفاقات روز دنیا واکنش نشون داده و جزو افرادی بوده که از روز اول شروع این اعتراضات پشت مردم بوده و با انتشار پست و استوری‌های تند و تیزی همیشه موضع خودش رو نشون داده. مثلا چند وقت پیش با انتشار عکس اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس که گفته بود فرزندان مسئولان برای پیشرفت کشور مهاجرت میکنن، نوشته بود اینکه مجبور بشین جگرگوشه خودتون رو از کشوری که به اوج عزت و سربلندی رسوندین به ممالک در حال فروپاشی اقتصادی و فرهنگی غرب بفرستین که افتخار آفرینی کنه، اگر فداکاری نیست پس چیه؟ اینکه با وجود ساده زیستی ارزشی و داشتن یه حقوق ناچیز دولتی ناچار بشین میلیارد هزینه کنید که آقازادتون پرچم انقلاب رو در بلاد کفر به اهتزاز در بیاره، اگه از خودگذشتگی نیست چیه؟ اصلا شما از حال دل پدر و مادری که مجبورن آقازادشون رو از گرمای خانواده جدا کنن و به سرمای کانادا بفرستن تا ما مجبور نشیم به خاطر یه VPN دستمون رو پیش اجنبی دراز کنیم خبر دارین؟ از ایثاری که باعث میشه رنج سفر رو برای خرید یه سیسمونی به فرزندشون تحمیل کنن و خدای نکرده یک سیسمونی در مملکت کم نشه و یه زوج جوان دست خالی از سیسمونی فروشی بیرون نیان، چیزی میفهمین؟ از گذشتی که باعث میشه پاره تنت رو از زیر کولر پنت‌هاوس زعفرانی بلند کنی و به زیر آفتاب سوزان سواحل جنوب فرانسه بفرستی که با اختلاسی که برای قرون قرونش دستات پینه بسته برای خودش ویلایی بخره، مبادا که جوونی تو این کشور بی سرپناه بمونه، درکی دارین؟ ندارین دیگه، بس که نمک نشناسید. با انتشار عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان هم نوشت دیگه چی باید بشه که بفهمید کسی با گشت ارشاد ارشاد نمیشه؟ چند سال دیگه زمان نیاز دارید که توی سرتون بره که شیوه زندگی و عقیده و سلیقه و نگرش هیچ کسی رو با زور و کتک و ممنوعیت و محدودیت و سانسور و فیلترینگ نمیشه عوض کرد؟ اصلا کی قراره بفهمید که چنین حقی ندارید؟ دیشب هم با انتشار عکس یلدا آقا فضلی، دختری که به عنوان معترض در این روزها بازداشت شده بود و خودکشی کرد، با انتشار عکسش در استوری نوشت این چهره های زیبا برای همیشه در ذهن ما ثبت شده، همونطور که چهره کریه المنظر شما. وقتی هم که نماینده های مجلس و فعال سیاسی اصولگرا گفتن خانوم ها حجاب رو رعایت کنن تا فرا خوانده نشوند، اختلاسگران موقع کشف اختلاس سکته می کنن، باید گردن نیروی انتظامی بیاندازیم؟ مریض هایی که در آمبولانس و پیش از رسیدن به بیمارستان سکته می کنن یا اختلاسگرانی که موقع کشف اختلاس سکته می کنن، همه و همه باعث تأسف است، ولی اینکه سکته آنان را بیاندازیم گردن نیروی انتظامی بی‌انصافی است. شما استاد قوانین ناکارآمد هستید، قوانین کارشناسی نشده‌ای که به خاطر عدم شناخت از فرهنگ و نیازهای جامعه توان اجرایی کردنش رو ندارید و سالهاست منجر به شکست‌های پی در پی و تحقیر اقتدار خودتون میشن. قوانینی که چون با واقعیت جامعه منطبق نیستن، توسط مردم پذیرفته نمیشن و منجر به تولید میلیون‌ها قانون شکن میشن. مگه نه اینکه هیچ موجود هوشمندی تجربه‌ای که منجر به شکست میشه رو تکرار نمی‌کنه؟ شما از ممنوعیت ویدیو، ماهواره، پوشاک، تولید فرهنگی غرب و غیره به جز لطف در حق فروشندگان قاچاق چه نتیجه‌ای گرفتید که تکرارش می‌کنید؟ از فیلتر کردن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و جداسازی‌های جنسی و پوشش اجباری و غیره، به غیر از تشویق مردم به عمل خلاف قانون، چه دستاوردی داشتید که روشون اصرار می‌کنید؟ اگه دنبال راهکار می‌گردید، بدونید که اشکال از رفتار و برخورد اشتباه یک یا دو نفر از مجریان این قوانین نیست. با بودن چنین قوانینی
این خطاها اجتناب ناپذیر هستند. این خود قوانین هستند که باید تغییر کنند. در ادامه هم نوشت دشمن شما مردمی که بهتون انتقاد میکنن نیستن. اینها رو باید روی سرتون بذارید، چون دارن راهکارهای موفقیتتون رو جلوی پاتون میذارن. دشمنتون دقیقاً کسانی هستن که با خودشیرینی اشتباهاتتون رو تایید میکنن و تشویقتون میکنن به تکرارشون. همونایی که با ظاهر و ادبیات سوپر انقلابی و به منظور حفظ یا به دست آوردن قدرت و ثروت هر روز شما رو بیشتر به سمت پرتگاه هدایت میکنن. با انتشار ویدیوی خوندن شروین حاجی پور که آهنگ برایه رو خوند که این روزها تبدیل به آهنگی انقلابی شده، نوشت نمیشه این ویدیو رو پست نکنم. از دیروز هر بار که شنیدمش بدون استثنا گریه کردم. چکیده سالهای زندگیمونه، حسرتامون، خشمامون، از دست دادنامون، به دست نیاوردنامون، تحقیرامون، ناامیدیامون، پیر شدنم رو توش میشنوم. از دست دادن بهترین سالهای زندگیم رو، هر شب نگرانی برای آینده بچه هامو. چیزی که برام تلخترش میکنه اینه که مسببینش رو هم توش میشنوم. سایه شومشون رو میبینم، وزنشون رو روی بدنم حس میکنم. باید پستش میکردم، باید ثبت میشد برام. و با انتشار قسمتی از صحبت‌های حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که گفته بود حمایت از آشوب و آشوبگران از سوی برخی سیاست‌بازها و احزاب سیاسی و شماری از هنرپیشه‌ها و ورزشکاران که از سفره گشاده و سخاوتمندانه این مرز و بوم چریده و به آلاف و الوف رسیده‌اند نیز جنایت آشکاری است که نباید بی‌پاسخ بماند. آقای مهراب قاسم‌خانی در جوابش نوشت مگه دم از آزادی بیان نمی‌زنید؟ مگه دم از آزاد بودن انتقاد نمیزنید؟ مگه از حرف زدن محترمانه و انتقاد بدور از توهین و دعوت به شنیدن صدای مردم مسالمت آمیزتر هم داریم؟ اصلا چرا کسی ایشون رو بازداشت و احضار نمیکنه؟ توهین آمیز نیست ادبیاتشون؟ مردم رو تحریک و خشمگین نمیکنه؟ الان ایشون داره با این صحبت ها امنیت ملی رو به خطر میندازه یا من؟ ایشون داره اذهان عمومی رو مشوش میکنه یا من؟ ایشون داره با القای اینکه گفتگو و انتقاد تحمل نمیشه مردم رو به کف خیابون دعوت میکنه یا من؟ ایشون داره به چهره دین آسیب میزنه یا من؟ برانداز ایشونه یا من؟ در ادامه هم نوشت ما چریدیم؟ با انتشار فیلم وایرال شده ای از تظاهرات ایرانیان در برلین هم نوشت انتظار شنیدن صدای ما توی این 40 روز از شمایی که بیشتر از 40 سال ما رو نشنیدین انتظار بیهوده ایه، ولی ما توی این 40 روز به اندازه 40 سال بالغ شدیم. 40مین روز جاودانه شدن مهسا امینی رو به خانوادش و همه ایران تسلیت میگم و امیدوارم روزی برسه که ایران کشور همه ما باشه. مرسی از اینکه تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودیم. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.